سلام دوست من، وقتت بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستی سلامت و تندرست باشی. دوست من، امروز تکنیک شلال رو قرار به شما آموزش بدم و نوت نگاریش رو در موردش با شما صحبت کنم و بعدم یه تمرین برای شما نوشتیم که نوتش رو در اختیارتون قرار میدی و میتونید این رو روزانه تمرین کنید که در واقع تکنیک شلال رو هم مثل سایر تکنیک ها یاد بگیرید و برش مسلط بشید. ببین، شلال یک فرم مضرابیه، بیشتر وابسته به مضرابه، یعنی اون چیزی که کار میکنه هنگام تمرین کردن بیشتر مضرابه. برای اینکه مضراباش باید پشت سر هم زده بشه، ممکن هم اول تمرین کردنش دستت رو خسته کنه. تمرینایی که خیلی به مضراب وابسته هستن و دست رو خسته میکنن، مثل دوراب، مثل شلال، رو شما نباید هم اول با سرعت بالا تمرین کنید. تمپو مترونوم رو پایین تنظیم میکنید و شروع میکنید به تمرین کردن که این فرمه به هم نریزه و یه فرم مساوی داخل دستتون شکل بگیره. مثل تکنیک دوراب بود که من گفتم در آخر باید تبدیل بشه به یک شوک حرکتی صاف و منظم، تکنیک شلال حالا یه مضراب اضافه تر از دوراب داره، حالا میگمش، ولی فواصل باید مساوی باشه. شلال راست چپ راست چپه، راست چپ راست چپه، که اگر ما بخوایم اون رو در میزانه 2-4 بررسی کنیم، 3 نوت دولاچنگ تریوله هست با یک سیاه که حالا در تصویر میبینید، شما در تصویر برای شما آوردیمش. پس راست چپ راست چپی که داخل یک بخش نواخته میشه، تا 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 تا، خب یک بخشیه. فرقش با دوراب چپ چیه؟ دوراب چپ، دوراب مکس چپ، یعنی بین دوراب و چپ مکس میفته، اما شلال این فاصله بینش نیست و یه دست با هم اجرا میشه و فشار به سمت اون چپ آخری. یعنی ما در حینی که شلال رو میخوایم بزنیم، داریم میزنیمش، میخوایم سریع برسیم به چپ آخری و اکسنت رو بندازیم رو اون چپ آخریه. دیدیم بعضی از خطات رو به این حالت تمام میکنن، یا همین شلاله. راتا راتا راتا، اما دوراب از چپ یه مکسی بین راست آخر دوراب و چپه میکنه، شلال یه دسته و هیچ مکسی بینش نیست. خب حالا ما میتونیم داخل تمرین های مختلف، داخل گام های مختلف این رو کار کنیم، ولی خب نگاه کن، اولش شما آروم تمرینش کن، یعنی اینجوری بشماری 1 2 3 4 5 باشه، 1 2 3 4، او 4 آخری رو محکمتر بزن. اگه به شماریش میدونی چه اتفاقی میفته، 1 2 3 4، 1 2 3 4، پس به این حالت تمرش کن، 1 2 3 4. اما بار اول شما نمیتونید این تمرین رو سرعتی کنید، چون که باید به یک مدل انقباض شکونه داخل دستون برسید، مثل دوراب یا تریل که یک لحظه یک آن باید اجرا میشه و بعدش تمرین کنید. پس با مترونوم آروم آروم تمرین کنید. مثلا بخوام تمپو رو بذارم، تمپو پایینی انتخاب میکنم، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. سردر مترونوم روی 1 میفته، 4 هم که اکسنت داره، بعد حالا تمپو رو شما میبرید بالاتر، میبینید که کم کم سر و شکل تکنیک شلال داره به وجود میاد و خودش رو داره شکل میده. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بعدم با سرعت بالاتر
خب اما این شکل تریول مانندی که ما در نوت نویسی برای شما آوردیم این چیه؟ ما در این میزان 2-4 دو تا نوت سیاه داریم، خب که هر نوت سیاه رو ما میتونیم به دو تا دولا چنگ و یک چنگ تقسیم کنیم. خب اما اینجا میبینی که تقسیم ها زیادتر شده، به جای دو تا دولا چنگ و یک چنگ 3 تا دولا چنگ و یک چنگ رو ما در تصویر میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اومده به جای دولا چنگ یه دولا چنگ دیگه اضافه کرده، به این معنی که به ازای زمان دو تا دولا چنگ ما 3 تا رو جا بدیم، خب سرعت خودمون ببریم بالا. به این مفهوم میگن تریوله. ما تریوله یعنی ستایی. ما به غیر از تریوله در بحث نوت نویسی میخوام با به شما بگم به معنی حالا بهش میگن تریپلت، داپلت هم داریم به معنی که حالا ما به جای یک چنگ دو تا چنگ رو بذاریم، به جای یک دولا چنگ دو تا دولا چنگ رو جا بدیم در ضرب، یا حالت مختلفی که داخل نوت نویسی اگه شما دقت کنید میتونید حالت مختلفش رو پیدا کنید. تا جلوتر بهش میرسیم، نوت رو درست نوشتیم. خب حالا درسی رو که من برای شما آوردم مشخصه، از میزان اول شروع میکنم، در گام 2 ماژور یا نزدیک به گام ماهور خودمون برات نوشتمش که راحت بتونی تمرینش کنی و بعدا حالا این تمرین رو بیاری داخل گام های مختلف. تمپو خطه رو برای شروع 40 بذار و تمرین کن. حالا ببین خطه 2-4، یعنی در هر میدان دوتا نوت سیاه داریم که هر نوت سیاه تبدیل شده به 3 تا دولا چنگ که تریول است و یک چنگ، پس هر کدوم از اینا یک ضرب رو میگیرن. از میزان اول شروع میکنیم، داره میاد رو به جلو، دو یک دو سه یک دو سه یک دو اومدم پایین. ببین آرومتر، پس مزراب های قبل از چپ شلال میشه بگی یه خورده فیدن و کمرنگن، انگار میخوان زیربنا رو پر کنن که به اون چپه برسیم، اما چپی که پشتش راست چپ راستی هست که پرش کرده، یک لن بهش میده. این سری در واقع مفهوم شلال رو از این حالت میتونیم ما دریابیم. حالا همین مسیر برمیگردیم، 2-2-1-3-2-1-3-2-1 برمیگردیم. چی؟ آرومتر بزنم. خب اصلشون فرمی که شما باید تمرینش کنید. یه بارم با مترونوم برای من اینو برای شما اجرا میکنم. چی؟ سرعت بالاست، میارمش پایین تر. من اینجا 50 میذارم، شما رو 40 یا پایین تر تمرینش کنید. خب حالا شما از میتونید اینو تو گام 4 گام بزنیم، برای مثال و ملودی مختلف باش بزنیم. اما نکته که اینجا ما داریم تریول چپ آخرش رو ما معمولا البته میتونه باش ملودی سازی کنیم. طبق نوتی که من اینجا نوشتم شما تا نوت پایین دسته که میاد پایین همه نوتا تکی هستن، یعنی 2-3-4-3-2. اما در قسمت دیگه ما میگیم چیکار میکنیم، میگیم 2-3-2-2-2-3 راست چپ راست چپ چپ آخر که اکسن داره میاد چپ ملودی ساز ما میشه، یعنی روی نوت دیگه میفته، پس میشه دو 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 دو. خب
بذار من ما وقتی که کامل برگشتیم دو سی لا سول فا می ره دو، حالا نوت چپ آخر رو من باش ملودی میسازم. ببین دو ره، آها این سر میاد. ببین حالت زدم اشتغلت کردیم با چپ آخرش ملودی ساختم. یک دو یک دو هم میریم پایین انگوشه گومی. حالا دو یک دو یک میمارم. پس این تکنیک مزراب بسیار مهمه. تکنیک شلال رو بعد از تکنیک دوراب یاد بگیر. خب اول دوراب رو یاد بگیر، بعد شلال رو پشتش یاد بگیر، ترتیبش به این حالت. امیدوارم که بتونی از این ویدیو استفاده کنی و در تمرینات روزانه خودت قرارش بدی.